ما گفتم اگر اجازت باشه که خیبر جان به می مشوره رسیدیم که خانه خودت یک آشپزی بگیریم. چرا نه؟ اجازه میتی نمیتی بدون خودت؟ آه خانه خودتان هست. قربان زنده باشی. سلامت بیجان خوب هستی؟ مگه من تا گرونه تمت پر خالی واره میشه او بچه. هستی چی بکنم خال نفسه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و هموطنان عزیز در کنار گوشه دنیایی که هستین خوش و آرام سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشید. باز هم خوش آمدید میگیم در برنامه آشپزی خاله نفیسیت و همکارای عزیز. مگم نگفته نمانه که امروز ما یک جای من باش که خیبر جان شنیا سلام علیکم خب همتنهای عزیز خود عزیز ما داشته باشن باز هم گپ میزنیم. سلام علیکم خیبر جان. سلام علیکم مادر کلان جان. علیکم سلام. من سلام به خود خدمت نظرنا عزیز تقدیم میکنم. آرزو میکنم هر جای دنیا که هستین بریم میده میده خوب است خوب باشن و دارای لباس عافیت بتن داشته باشن. دیگه امروز قسمی که میبینین ما برامدیم بخیر میریم یک جایی پیش یک عزیز ما میریم. اما تو که پس؟ زیاد خفه است. زیاد خفه است. جگر خون است. خب بی بی جان امیتیم اجازه که سلام علیکم خدا کنه باز انشاءالله رو مارز گرد میزیم. سلام دوستای عزیز و دور و نزدیک. سلام به کلتان جمعی از برسه. شکر که جور هستین. سرحال باشین. آرام باشین. زنده باشین. یک جایی که بخیر میریم دیگه باز گپ میزنیم. با ما باشن دیگه. با ما باشن. نگفتن امونه که کم کم معلومات بتیم. بله بله بله. نگفتن امونه میریم خانه لیاقت صاحب عزیز. کسی که چند روز قبل بدل مشکلاتی که بود نمیتونستیم دیگه حقوق شبتیم. دیدیم که خیلی ناراحت هم است. بله بله. باز خواستیم جگر خونم است. باز من رفتم خانه نفسه پیشم. کسی که نمی موضوعات پیش شده بود و باعث شده بود که ما نکنیم یک تیم یک جایی شده. باز رفتیم پیشش باز گفتم از این تیم خوش که کلام از او تر بکشم ما. باز او اجازه داد و گفت بری بیدر مشکل نیست ما در سن بی بی جانم و قدر سنی نیست که مثلا اینا دختر جوان نیستن که اجازه نتیم برشون برین اجازه بود. اجازه از بعد از این مقصد داخل چوکات و بعض ما چیزا رو مراحت کنیم. از این خاطر بر ما اجازه دادن که اجابیت اسلامی رو مراحت کنیم. از این خاطر اجازه دادن میریم لیاقت صاحب باز پس یک چی میگنش یک شمروشنی دلخوشی برش بتیم که دلش هم خوش شد. مگرم اول نگو خون اول نگو خوب برنامه آشپزی خواهد پیش بردیم در میخانه شان که داخل شدیم که بگویم شک برنامه آشپزی میگیریم. خیر است اگر اجازه باشد بدون خودت آفرین برنامه آشپزی میگیریم که چی میگه چی عکس العمل نشان میده. آیا اجازه میتی ما را نمیتی ما را باز اگر دیدیم که اجازه نه باز میگم لیاقت جان چشم روشنی که از پس دوباره با ما یک جا است. آه بخیر. خب نام خدا لالا را میبینید جان هم تو لچ کرده فهمیدی گرمیز به نظرم. خب دوستا عزیز زیاد پرافی نمیکنم انشاءالله بیننده باشین که سردم رو بکشم میکشم. خدا کنه که در خانه باشه خیبر جان بچیم انشاءالله که هست. الان ما بکنیم خواست میگیریم بیا شبزاده خواهد گرفتن. باز خواسته نکنی سرای خونه است. بیا خیر ما خزن هستیم. لیاقت هستی. سلام علیکم خوب هستی سعدمند جان جور چیال داری مهم روشن و خیر باشی. لیاقت صاحب خوب هستی سعدمند هستی جان بخیر شبیر دارم جور خواستی شبیر دارم همه تو دلم گواهی میداد که امروز میمان میه. ما گفتم اگر اجازت باشه که خیبر جان به می مشوره رسیدیم که خانه خودت یک آشپزی بگیریم. چرا نه؟ اجازه میتی نمیتی بدون خودت؟ آه خانه خودتان هست. قربان زنده باشی. سلام بیجان خوب هستی. مگه من تا گرونه تمت پر خالی واره میشه او بچه. هستی چی بکنم خال نفسه؟ خواب بودم نمی چند روزه که بیکار بودیم البته. آها آها جایی نرفتیم دیگه خانه بودم. بر شکر است که هم خانه بودیم. در راه خدا خدا از به میلیون ها خداوند بزرگ به کس نمیدادم که خدا کنه که لیاقت جان در خانه باشه که از پشت دروازه دوباره پس نگردیم. نه نه خب بیکاری هست اگر کجا بریم.
خانه هستم خواهی جا بیجا هست بری اجازه هست؟ اجازه خواهست سلام علیکم که کدیم دوستا که ما برنامه گرفتیم خواهست لیاقت سای بعد چند روز باز دخلیم از خوشحالی فراموش کردیم که سلام تقدیم کنم به ویندا. سلام تقدیم میکنم به ویندا عزیز دیگه که امروز آشپزی است تعقیب کنن برنامه را که باز راز نیازی که داریم قصه کنیم که چی گفت بله بله آی چشم سوخته دخلاوردی دخلاورده بودم اما همه تو خال نفسه که خواه بودم همه تو در فکر خواه میکنینه یا واقعا که تشویش داشته باشی خواه نمیده بله بله گپای دیگر میمونه متباقی رو باز داخل خانه قصه کنیم چون نال زرگاه است با اجازه تن یک وقت اگر که کوتا بازم با ما باشه بریم 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 خب لیاقت صاحب بسیار خوش آمده بی بی جان خوش آمدی خوش باشی بچه عزیزم یادآور شدیم که سلام خود تقدیم کردیم خوش آمدید میگیم تان بعد از چند روزی که وقفه دار بودیم ندیدیم خال نفسیه که دیگه خدا باور کو که آمختگی سخت است. بله بله سیار. باور که بچه این که پشت دق شده بودم که بیاد به اندازه. یقین است. کلا اگه دق شده بودم. هم جگرم خون بود. هم پشت زیاد دق شده بودم. خدا هم خیر بتا همه گیره. خیبر جان زیادتر که دای باره رفت و گف زد و کوشش کرد و که پس با هم یک جا شدیم. خیر. خیر بینن خدا خیرشان بتا. هلای و اما قسمی که یادوار شدم خال نفیسم خدای جگرم هم خون شد باز رفتم پیشم و نفره که مسئولیت چه دار شاید دوستا بفهمه که قوانین بالای چینل ها اومده دیگه از او خاطر باز رفتم گرد شدم گفتم بیادر بردم براش تیلیفونه گفتم بگو از این بیام اکدام شد در بکشم ما میگی باز گفت نه چرا بکشی گفت کار کنن مثلا داخل چفات باشن و همو شرایط را که موازه کردیم نظرگان پیش بودن انشالله انجام بودن با تشکری خاص از اونا میکنم که همچه لطفی را کردن میدوانی کردن که بخیر بخوبیدی لیاقت صاحب پس آمدی بخیر تشکر سپاس این که خال نفیسه خدا شاید است که من از روزی که آمدم در اون برنامه که خیبر جان گفت که این تو قضیه است من خانه را هم خبر نکردم خب خودم یک ذره رنج خو میبری خانه چرا خودم خود جگر خون خانه چرا جگر خون شده شاید است میگفت چرا برنامه نمیدیدیم چند روزی که خانه بودم میگفتم میگیرید باش کار داره خیبر جان مصروف است حتی خانه رو نگفته بودم خدا جگر خون میشی و چرا فامیل هم بی بی جان جگر میکنی؟ ما که جگر خوشی میشه یک درک بسته صد در دیگر باز است بله 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 این که قسمت باز با شما پیوست شدیم و باز آبادانه یک جای شد ما خوشحال هستم نمونه خال نفسه یک کمی از صحبه که یادوار شدیم خواه همین رقم بود که ما شما گفتیم خانه لیاقت صاحب نمیریم تنها یک جای میریم بخیر بله بله دیگه باز یک تازمی همکارای ما که شبیری جان است این پیش پرکی کرده بود آورده بود مترسکیل خدا مانده بود بله صحیح برای خودت چی گفته بودی آدم خب ما یک گپ زده بود تو چی گفته با ما خب گفت نه واقعتا بگم حقیقتا حقیقتا شبیر مترسکیل آورد گفت نامدین خیبرشان گفتم نه مترسکیل در خانه مان گفت میرم که در چیز دیده میشم در کدام قسمت نه شما رو دیده بود کجا دیده بود؟ ما در چارایی دیده ما باز خیبر جان چیز شبیر جان که برد گفته بود که خیبر جان شان از سوال کرد که نامده بود چی احساس کردیم؟ تا در فکرت در ذهنت چی گشت که یا در صورت که یک آدم جواب یا باز دوباره چرا بیاید خانه یک آدم؟ بله بله همی شبی که آمد واقعا خال نفیسه من گفتم خبر خوش است شاید که خیبرشان اگه خال نفیسیشان دیدیم گفتم شاید که بیان کنم برنامه هم بگیرن مثل کال برنامه در ثبت است نه؟ بله بله من خوشحال شدم که باز خیبر جان که با ماستی قصه که از چند روز که سپری شد چی رقم بودی چی میگن که
رنگت دست بچه کارا زدی رنگت سفید بوده و خوراکت زیاد شده یا کم شده بله بله بینید خود تیغه زده چند روزی که خیبر جان خانه بوده بخواب یکان کتاب بخوان و یکان کارای خانه که باشی باز دلت آرام نمیگره میگی باش که مصروف شد اومد دیگه جایی نرفتم دیدون یکان چکر سودا میرفتم دیگه خانه بودم کرکشدم دیدم خانه بودم یکان کتاب شعر مطالعه میکردم کتاب های شعر مزیاد مطالعه میکردم خال نفیسه چند شعر یاد گرفتی؟ آل بر ما بکن یک شعر از روزگار نوشته بود میگه روزگار بی‌معرفت هرچی خواست با من کرد عیش معیشت را دیگران کرد انتقام از من گرفت یعنی که کسای دل بیغم از در فقر بیچارگی نیست در فکر یک برادرش نیست که چرا بیکار است در معیشت خود است این شعر که من خواندم که من گفتم به می جوانا امروز گفته که بیچاره بیکار است امی بی بی مقصد این قمشنگ پیشانیش خراب نشد که تو رفتی یعنی قبل از اینی که گفتی مام بیشتر یادآور شدم گفتم بی بی جان یک ذره بی تفاوت بود دل سنگ است که تو نباشی نه امروزه که من واقعا جگرخونم شدم خال نفسم یادآور شدم که خیبر گفت که اینو تو مشکل است بی بی را دیدم بی بی جان واقعیتش بچه مگر از پرسن کنی که ما به یه جگر خون شدم که کار ما شما که هست یک زنجیر است بله اگر یک دانه زنجیر نباشه او زنجیر بسته نمیشن فکرت هست زنجیر بسته نمیشن ما به می خاطر زیاد جگر خون بودم زیاد جگر خون شدم که سایت بازم هیچ کس از شست بازی خود پوره نیستم برنامه است من نمیتونم که به تنهایی پیش ببرم مادر کلان خواه بخی نمیتونه که به تنهایی پیش ببرم و خیبر جان همچنان نمیتونه که به تنهایی پیش ببرم این برنامه های تلویزیونی که هست یا یوتیوب ها مثل یک زنجیر است که یک پیوان میتونم راستی من دمی فکر بودم که یک ما مادر کلان چی بگویم خیبر جانم بعض وقت در برنامه می باشه بعض وقت نمی باشه چی بگویم سر به خود چقدر بگویم اگر بگویم هم خلاص میشه باز چی بگویم دمی چرت بودم دمی فکر بودم گرچه که سنای ما خود زیاد است جوان نیستیم نوجوان نیستیم گفتی اگان تا من هستم 65 ساله مادر کلان هست 75 ساله سنای ما و مشکلات زیاد است خب این خو یک چیز واضح است که چینل بیننده نداشته باشه ما هیچ کار کده نمیتونیم هیچ کار از دست ما پوده نیست چون از کمک امی هموطنهای ما از برکت پروردگار از خیرات سرهمی همکارهای ما چینل ما پیش میره که بیننده میباشم که ما یک لقمه آشه های باطی خود از درک از این چینل پیدا میکنیم خود اگر من تنها باشم از یک دسته چو وقت صدا نمی برای خود بگویم و خود بشنوم فرض مثال اگر مادر کلان است همچنان اگر خیبر جان است همچنان یا خود تصدیه همچنان خب میگه چهار دست که یک دست چو مراد دل حاصل میشم در هر عرصه زندگیم اگر یک دست باشیم همدل باشیم یک مشت باشیم اتفاق داشته باشیم که از خدمت به وطن خود کنیم به مردم خود کنیم به ملت خود کنیم طبعا خداوند تعالی یک رای حل بر انسان پیدا میکنم اگر نی که من پشت سر خودت باشم و تو پشت سر من باشی و پشت از او پشت از او خلاص خلاصه از بی انتفاقی آب در کوزه گم خشک میشه اگر یک دست باشیم مراد دل حاصل میشم هم خدا خوش هم بنده خوش هم از اتفاق بودن پروردگار میرسانه روزی بنده خودم و هر حالتش که باشم بله 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 بی بی جان گفته از محبت خارخا گل میشود آیا کدام معلومات داری از موضوع محبت؟ خدا محبت بده هستی نشکر
نه چرا چرا هیچ چرتم خراب نشد کلی آقا تا بگم میره هرستی بود من دیدم خال نفسه متوجه بودی چرت بی بی دم چند روز همه چی خراب نبود این روز اینجا آمده بودم در یک جنازه همین سه سه برگیم پر کردم که یک را به موال بگیرم با گفتم خدا از ایران نبره خواه یادت نامد سه پیرم این دل پر کردم که طرف خانه تو بیم باز نامدم که لیاقت سب نکشم چیز یادت نامد شهید بیادت نامد اومدم در سر شهید خدا نگاه کنم اوام در ترکیه شهید شدم چی کرده بودشم ماشین سر شهید دادم کارگر بود چرا؟ کارگر بود، بی پدر بی مادر بود در پیش کاکایش را ایش کرده بود ترکیه بود دیگه موزه یک شهر بود یعنی خیبر جانی طرف داده بود میفتی خواستی ایره خود چند ساله بود؟ بخیلی که بی ساله بود، کشده ساله بود مادرش که مرد بطجونه هم میرم مادرش که مرد اینمه قبطی بچه هست پدرش که مرد در ترکیه بود میگه بر پدر خود گریان میگه که پدر تو مردی مروی تا ندیدم پدر مرم بگیرید دیدار به قیامت من اون گرفته شد این روز دمی تپه گرش کرد خدا بیامرزه شکی ها به دانه و خاک گور میگه خداوند جنت های فردوس نصیب نصیب شما نصیب جمله مردای آل اسلام چشم باز کنن دیدار پروردگار در نصیب شما باشه زندگی از دیگه ای گپا را دارم اگر مرگ نباشه شاید آدم بخوره در خانه در چقدر بوی باشه چقدر روده تفت و بوی و مریضی و پیچ سفید یا باشه شکر است رحم پروردگار است که مرگ است ولکن مرگ با ایمان باشه و مرگ زیر لیاف باشه دیگه چیز چاره نداریم حالا در جای من دیروز شنیدم که پدر بسیار زندگی خوب بودن دیگه بودن بلاخره ای پدر پودری میشه وقتی که پودری میشه ای بچه های از این کلان میشه خمه چیز همه فروشه و روزگار از این بسیار خراب میشه بلاخره ای که ای به همین نفر میبینه که بچه ها جوان شده و یکیش یک طرف رفته و دیگهش دیگه طرف رفته در یک مملکت یکیش ایران یک دیگهش در یک مملکت دیگه رفته یک قصه واقعیت دارن توبه در این طرف سمت شمال هستن ای یکی از شوا میشه که ای پدر میای چند دفعه پیسه میتل با ای خانم نمیتم میگه تمام من زندگی مرا بردی بچه ها زامت میکشن یک لخمنان پیدا میکنن روزگار خجور کن با این دی خدا که سبار صاحب زن میشن دگه میشن پدر نمیتم پیسه این ببراید این نصف شوا میای از رو از سر دیوال بالا میشه ای دروازه رو واز میکنه و قلف واز میکنه ترقص میزنه در روزه که بچهش میاد این بچه میاد سر بچه ضربه میکنن سلا پیشش خانمش میاد میگه بلی از خدا بچه ما کشتی خانم هم ضربه میکنن این هم جای در جای میکنن دخترکش دمی اصنا میاد کمت چیخ میزنن که چیخ میزنن الان بیادرم و مادرم میگه چپ صدای تا نکش این دختره کمت دست خواهد دمی دو دست خواهد دمی سر خواهد گرفته همه قرار میشنه همه سعی میکنم دمی پرقش که ضربه میکنم دخترم مغزایش باد باد میشه ایرام جای در جای میکنم بالاخره باز امو یک بچهش قد یک برادرش این یک سال میشه از این موضوع میرن و عریضه میکنن در حکومت و حکومت بالاخره یادم دزگیر میکنن سکو کال در این داستان چند نفر چند فامیل دیگه حیاتش در خطر است توبه. از طرف خانمش خسر برایش هست پرد مثال این آنش هست از طرف یام در خطر هستم از طرف بیادر در خطر یا کلش اختار داده که نفر بندیستم که من از این بندی خانه خلاشم یکی تانه زنده نمیمانم کل تانه ضربه میکنم خدا هیچ کسا دشمندار نکنه سخت از حال نفسه دشمنداری انسان کمی دشمندار بود سه تا اولاد از این دگر من در خانه و این سه اولاد دگر را مختار داده که من از بین میبنم سعی کن که پدر در قتل اولاد خانم دختر بچه باشه دیگه چی ماند برای مردم دیگه زندگی هیچ نمو بخیلی همیگه راستی هم که واقعیت دارم میگم شیری در نمک نمانده
شیرنی ده بوده نمانده و امیر محبت ده خوار و بیادر بابا و بچه و مادر نمانده. یک گپ یادآور شم براتون که دوز کامت دوزین اتفاق میفته. مال و پیسه تانه که گرفت نگوی که شناختیمت. بی بی جاند. مال شیرین است. یک دفعه بگوی شناختیمت که باش پس میده مال که بگوی شناختیمت هرچی که باشه آنو میزنه سرکوار میکند از بای میبرید. که باش که بی سوال شایدی نتا شایدی نتا در جای برچی پیسه بود پیسه گکایت انگوشتری های تلایت برکش بان بگو صدقه چان بچه جان مثل که یک خانم از امی همسایی مارن کوچگی مارن یک قومشان چوری های ساختگی در از خود کده بود لانمای سر رای از این دست گرفتن دست گرفتن این برده در پس کوچه گفتا تیز پر تو چوریای تا گفتا بیا در غرز نگی امی کلش صدقه سرت امی کلش امیتم برو بخچیدی و تاشیر مادر کده برد پاکتا امی چوریا را گرفته و زور زده و فش زده چوریا را دست خود کشیده و برش زده آمد در خانه او را یک قسم چوریا است یا طلا است که طلا نمای است چوریا طلا نما طلا خونه است ایتا سنش که سعی کنی نه نمیفهم که چی جور شدن این طلا واره که ایچ طلای تقلبی آفرین آمده در خانه گفت الا اگر طلای اصلی می بود زارگه که ترس می کفید می ترقید شکر که نقلی بود اگر این ببره بزرگر این دوزا بفروشم این واقعیت داره این داستان می که چی نیست این دوز چقدر کار شده سردی گفت اگر اگر را گیرید کنم دوز گفتین خال نویسه ما انسان در کشور مسلمانی زندگی میکنه اگر طبیعی است که باز یکی از ماه پربرکت و ماه که بله بله زیاد برش اعتقاد داریم و ماهی است که میگیم شیطان ها بسته است او ماه مبارک رمضان است دیگه من شب 27 رمضان بود یا قد صد البته چند سال قبل هم میگم از حال نیست چند سال قبل نمیفهم 5 سال 6 سال قبل است دیگه دفتر کار میکردم در یک رسانه بودم کار میکردم طرف های 8 شب شد همونجا دیگه بخش نیوز بود خبرها را ادیت کردم و برامدم تقریبا همی 8:30 بجه شب این وقتا بود برامدم تصادف کنم و شب دیگه من پیشم ماش خودم گرفتیم اما باز پیسه ماش من در پیشم از یک دونه گلکسی از در پیشم که بسیار ارزش داشت دیگه یک دونه لپتاپ هم بود دیگه من وقت انجینری برق میخوندم بازم انجینری برق که میخونی باز خال نفسه از هر خانه را پروژایش هست که تو لایندونی چی رقم میکنی و چی رقم برش برق میاری و چی رقم بازم او درس شخانده بودیم یک کتابچه کلان کلان داشتیم دمو دیزاین میکردیم و آماده سازیش میکردیم و خلاصه قصه کوتا من پیش سلیم کاروان نه سلیم کاروان نه پیش یک پانتون کاردان میگن یک جایی که متوجه باشیم کاردان اونجا آمدم در موتر شدم همجا چارایی آمد چارایی است در موتر شدم که در موتر شدم کمی که پیش رفتیم می خداییش این بچه کمی برم خوب معلوم نشد در پیش سر دو نفر شده بودن یکیش کمی گفتم طرف تو کدام سنش یعنی ایسی دو میری گفت ایسی دو میریم بالاش یک در پیش روش شده بود یک تو دیگه دریور بود دو نفر در پیش سر شده بود ما چی کدام گفتم در موترهای که سواری داره بیشنم در میان خوب است نه که یک تو باشه که یا خوب نیست دیم موتر شدم که ششتم کمی که پیش رفتم همی فکرم نشد اگه شیشا بالا شد از سیتا از خودم ما نیمه شیشایش هم برقی بود یکی یک موضوع دیگه است که دوستو شاید بفهمن که موترهای جزگیره که شون که مایده می باشه اینا هم زیادتر مشکل دارن قیتک شمی کشن مایده نمی باشه او قیتک قصدن می کشن خیلی موترها را بردن هم دیگه موتروانا را که بردن موترش گرفتن خودش بیچاره هم تو که پس دیگه لیاقت صاحب کمی که پیش رفتم یک وقت دروازه ام لاک شد بند شد همی یک بچه که دم پیش ریش شده بود پیران تلمان پوشیده بود همی تاو خورده می توفن چرا متازم بغل خود کشید اتو شاجور شبه ما نشان داد پس باستش که توردیم پیش نیم ماندیم میدیا گفت که دار ندار هر چیز که داری شعورم ندی یک تو دیگه در پولی بود خورترک لاغرم بودم دیگه که آل وقتا که من جرا خوب شدید یک تو دیگه او بغل بود همی دستازی کلان بود همی آرده یعنی میجم گرفت کلیم پت شد کلمه پد شد خلاصه چیز نگفتم اما تو گفتم صحیح دیگه حالا کتی مردم نه زور میشه نه دیگه دیگه دوست که خدا بند کنی دیگه خلاصه ای دا داخل موتر یک تو دیگه شدیم پولیم که بود شور نتی خود از این
پای خود چاقوره کشید مغل گرده مونده گه هیچ شور خوردن نمیتونم هیچ شور خوردن نمیتونم بردن مرا در یک جای تاریکی انداختن چی بود تاریک بود دیگه همون کوچه تاریک بود ساختمان های نیمکاره بود امی در موتر مرا دو سه بارم تو خیستان دادم موتر تلاشی کردم بگو خب امی کد تلفن ما سرم سه بار باز کردم تا که خودشان یاد گرفتن بی بی جان حتی همون پروژه که من داشتم مثلا که من امتحان بود نزدیک امتحان ها بود دیگه که امتحان باید میدادم من اون پروژه را کلش باید من دفاع میکردم اون کل همون پروژه مرا بردن حتی هم کتابچی من نموندن حتی لاین یوز بی یک تجیه بود همون هم نموندن دواده آخر پایین شدن که باش کال بکرنگ موتر نری یک بیش سیر پام داده ایم ای هم کرنگ موتر هد گفت بدبختی کجاست یا قد سیب که مرا یک جای رفت پایین کده که بغل کسافات بود اینجا سگا بودن مرا از موتر پایین کدن که موتر پایین کدن امی تفانچه را گرد در پشت کلیم گفت اگر چپ سای کدی گفت یک شجور رو در فرقت میزنم گفت اگر پشت سر تا سای کدی من مجبور پیش که میرفتم سگا مرا میدونم من پشت سر موتر کت سلا هستم تا ای کمی شور خوردنی و موتر را از پشت یعنی خیلی مردم ظالم پشت تا میگه سای نکو پشت کمی سای کنیم مرا گفت بیادر ما در پل چرخی بندی است شما آوره آدم ها میخوره ما بیادر ما اونجا بندی باشه در کدام کتاب ناشته است آه میگن یه تو دعای بیشی دارن مچم که سپریس چیز که از پشت سار بگرد نیم ساعت یک ساعت بهش میشی موضوع گپ ایجا از خال نکسه که هر کس اگر مطربان بچه قصه کرد مترسد کرد یک نفر بشکه در دستش بالا شد بالا شد در متر مطربان صدا کرد چکه مطر تا والا مطر خواه گفت زاز پیشم برد میبره کرونا بودد گفت خوب پامت لاین دینش خوب تای پا چی میگه گفت خوب لکس جورش کرده بود گفت فورا خود دزا برد حالا یک مترک خشته است که تیلش خلاص کرده اونجا مانده برم تیل پرت من خب لیاقت صاحب بازم خود تا خوش آمدید میگویم جاد پر حرفی نمی کنید بله خیلی بینیم آمدیم چند لحظه چطور که آدم جمع بیشینه باز قصه که میاد قصه میاد از پلیت موتر که گم شد خبر شده؟ از چی؟ از پلیت 2000 یک موتر 2000 پیش دواخانه استاد میشد استاد کرد داخل دواخانه رفت پس میاد متوجه میشه که پلیت نیست پلیت پیشی پایین سیل میکنه که یک کاغذ نوشته است به این نوشته کرده که پلیت پیشم است اگه میخوای پلیت تا بگیری $200 بده این نفر پیزدار زنگ زده ای شما را گفت لالا پلیت ما تو گرفتی که واو ما گرفتیم لالا اگه $200 میدی پلیت تا دستت میاد غیر از اون مشکل برات ساز است این گفته ایست جواب است نفری که پلیت گرفته بود گفت پیش برو دو پشت سر یک بوتلدانی است اوجی یک کبوتر است بالاش بسته است بالاش آواز کو دا پاش $200 بسته کو کبوتر ایلا کو یه نفر پیسدار میره میبینه که دا بوتلدانی کبوتر کبوتر میگره بالاش آواز میکنه $200 از جیبش میکشه کلوله دا پاش بسته میکنه ایلا میته کبوتر پنج دقیقه زنگ میزنه لالا میگه کبوتر از تو بود رسید میگه آه تشکر جهان سپاس رسید دو صدام تسلیم شدم پلیت پیش رو تک کشیدیم به پلیت پشت سر بسته کردم زیادی کار صورت میره میبینه که دو تا پلیت سر به سر پس زنگ میزن به شما را شما را خاموش ما میره شنیدیم حتی از خود قماندان اینمو تو ساخته بودم او را شنیدیم بچه شما خود دیدیم که از این جمله دوستای نزدیک نزدیک ما را موترش گرفته بوده که پلیت شد در سر قبرستانی قبرستانی انداخته بوده که اول در سر قبرستانی من نظر ما میره شندیم باز میره از یکی دیگر سر بام میشه انداخته بوده پای سر بام بوده پشت باغ قاضی یک قبرستانی سر این های در چیز قبرستانی شورا را تلبیسته بود باز گفته بود که 10000 پا که گفته من ندارم 10000 پا من غریب بیچاره هستم خیر است کم کتیم کمک شد باز بالاخره در 5000 رساندم باز 5000 برده بودم سر گفته در سر نزدیک قبر بان در تلفن با تماس بودم 5000 که در سر قبر مانده گفت برو در با قاضی در سر قبرستانی آدم بغلک دیوال نمبر پلیت تماندیم بزنیم خوب است که دوباره میتن پیسه نگرن کی باز اگر اون طرف فرتن باز مشکل میشه دوباره بیری پس کی میتن در پلیت باز خب لیاقت صاحب خان نفیسه داری خوشحال هستم که بازم تیم ما پس مکمل است من بسیار خوشحال هستم امروز میگن در پیران تو من جایی نمیشم بی جانم بازم برش خوش آمدید میگمش که علاقمنده ایم زیاد شد علاقمنده ایم زیاد است نمیجه بی جان بگو که علاقمنده لیاقت باز زیاد شده زیاد ها میشن چالا از بی جان از تو زیاد است از لیاقت از همون زیاد باشه کم جگرخون نشه
خب اون روز خفه کردگی بار شدن کل هران جگر خون کرد خلاص اینه شکر در سرش که پس آورد شکر شکر در سر شما شکر سر هموطنهای عزیز که برنامه ما را ببینن افتخار است که به نیازمندا پول روان میکنن که ما برنامه کمکی میگیریم بله 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 افتخار ما واسه شکر در سرشان زنده باشن با عزت باشن که نایامین هموطنهای ما را من در نظر دارم کمک روی میکنن دگه میکنن بازم یک جان تشکر میگم گشنه را یک لقمه سی را یک قدم بله بی بی جانم یادآور شدیم که 76 و چند روزه شده 76 و چند روزه من شک دیدم 76 ساله بود که تجویر کردیم سال روز تولدش امروز هم چند روز سپری شد او را سرش حساب نمیکنیم که یک ذره دل نندازه بگیر که 76 ساله است دیگه خب تا برنامه بعد الله یارم الله یارم مددگار